توماج، ظاهرا صحبت‌های وزارت خارجه چین با وجود تاکیدهای زیاد باز هم مورد سوال هست و اونها هم از این پرسش خیلی خوشحال نیستن. جزئیات بیشتر بگو از آخرین واکنش‌های چین به مسئله خاستگاه شیوع ویروس کرونا. دقیقا به نظر میرسه همینطوریه که میگی، یعنی در طول مدت گذشته، در طول روزهای گذشته، به ویژه از وقتی که آقای بایدن و گروه هفت هم دوباره تاکید کردن که یک تحقیقات تازه‌ای در مورد منشأ ویروس به طور مشخص انیستیتو ویروس شناسی ووهان شکل بگیره، مقام‌های چینی به تاکید بر این موضوع ابراز ناخرسندی و ناخوشنودی و انتقاد خودشون رو از این گفته‌ها نشون دادن. اون چیزی که آقای جاو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین مطرح کرده با اشاره به تحقیقاتی که در آمریکا برخی از کشورهای اروپایی مثلا سوئد یا فرانسه انجام شده که ویروس اولین بار که رصد شده به طور رسمی به این معنی است که اولین بار در این کشورها حضور داشته و احتمالاً قبلا چرخه ویروس در این کشورها حضور داشته، با اشاره به این تحقیقات میگه جامعه جهانی باید به این واقعیت احترام بگذاره که ویروس کرونا در یک بازه زمانی مشخص در چندین مکان جهان رویت شده، به این معنی که تأکید دوباره مقام‌های چینی به این موضوع که این احتمالاً ویروس اولین بار ممکنه در خود چین هم رویت نشده باشه، در حالی که با اشاره حتی به گزارش‌هایی که در خود رسانه‌های چینی منتشر شده، از جمله مثلا ساوت چاینا مورنینگ پست از این به دو سال پیش گزارشی منتشر کرده بود که اساساً ویروس احتمالاً چند ماه، 3-4 ماهی قبل از اولین باری که در خود چین به طور رسمی بگن که ویروس کرونا جدید به وجود اومده، حتی قبل از اون در خود چین به طور رسمی رصد شده بود و ما میدونیم که پزشکان چینی، شماری از پزشکان چینی در این مورد زنگ خطر رو به صدا درآورده بودند. اما آقای جاو لیجیان باز هم تاکید مقام‌های چینی رو میخواد به اصطلاح نشون بده که احتمال داره ویروس کرونا در نقاط مختلفی در یک بازه زمانی مشخص رصد شده باشه. البته پژوهش‌ها در این مورد، بنده پژوهشگر نیستم و خبرنگارم، طبیعتاً همه ما همینطور هستیم، پژوهش‌ها در این مورد در دست پژوهشگرانه و یکی از مهمترین سازمان‌هایی که میتونه در این مورد پژوهش بکنه سازمان جهانی بهداشت. دقیقاً به همین خاطره که به نظر میرسه کشورهای مانند آمریکا هم خواستار انجام تحقیقات تازه هستند. در همین زمانی که آقای جاو لیجیان این اظهارات رو مطرح کرده، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفته چین تلاش میکنه خودش رو کشور مسئول در مورد شیوع ویروس کرونا نشون بده، ولی مشخص نیست به گفته آقای جو بایدن آیا واقعاً در تلاش هم هست تا منشأ ویروس رو ما بتونیم دریابیم، پیدا بکنیم منشأ اولیه ویروس رو. آقای بایدن گفته باید تصریح کرد که همچنان در مورد همکاری شفاف و به اصطلاح صادقانه جمهوری خلق چین با پژوهشگران سازمان جهانی بهداشت محل تردید وجود داره. این اظهارات آقای بایدن هم همزمان با اظهارات آقای جاو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چینه که مطرح شده.